اگر با درس‌های گرامر لنگیتال جلو میایید، میدونین که ما در طی چند هفته گذشته چند ویدیو رو برای آموزش زمان حال ساده و گذشته ساده آماده و منتشر کردیم. این ویدیو هم یک ویدیو از همین سری آموزش گرامر در لنگیتال خواهد بود. در این ویدیو شما هم یاد میگیرین چطور در زمان آینده در انگلیسی صحبت کنین و هم یاد میگیرین که چه تفاوتهایی بین گرامرهای will و be going to در انگلیسی وجود داره. سلام و وقتتون بخیر. من کیارش یارحمدی هستم، مدرس زبان انگلیسی و عضو گروه آموزشی لنگیتال. اگر هنوز ما رو در یوتیوب و تلگرام سابسکرایب نکردین، حتما این کار رو انجام بدین. ما آموزش‌های خودمون رو به صورت هفتگی در یوتیوب قرار میدیم و همچنین فایل هر کدوم از ویدیوها رو، فایل ارائه‌ای که برای هر کدوم از ویدیوها در تیم لنگیتال آماده میشه رو در کانال تلگرام خودمون قرار میدیم. بنابراین برای اینکه بتونین آموزش کاملی داشته باشین، حتما تلگرام ما رو هم سابسکرایب کنین و از ما حمایت کنین. خب بریم که با هم درس رو شروع کنیم و اول طبق روال همیشگیمون با یک متن شروع میکنیم. به این متن خوب دقت کنین لطفا. Read about Dr. Kelso. میخونیم با هم. The future of medicine will be interesting to see. The future of medicine will be interesting to see. It'll also take a lot of getting used to. It'll also take a lot of getting used to. Future doctors will have much more powerful equipment. Future doctors will have much more powerful equipment. Some people think that pills will not be used. لطفاً در جمله‌هایی که می‌خونم به کلمات و عباراتی که هایلایت شدن خوب دقت کنید. برمیگردیم و در موردشون صحبت می‌کنیم. Some people think that pills will not be used. They even think we won't need doctors anymore. Personally, I hope that won't happen. خب ببینیم در طی این جملات ما در واقع شاهد صحبت شدن در مورد زمان آینده هستیم. اینکه آینده پزشکی یا مدیسن چطور خواهد بود. از جمله اول میخونم، با هم ترجمه میکنیم و نکاتش رو خدمتتون میگم. البته من سعی میکنم این کار رو کمی سریعتر انجام بدم که چندان حوصله شما رو سر نبرم. The future of medicine will be interesting to see. آینده پزشکی will be interesting to see. دیدنش جالب خواهد بود. Will be. ببینین will در واقع یکی از اشکال ساختن جملات آینده ساده است که بعد از اون ما همیشه باید یک فعل ساده یا به انگلیسی میگیم base form of the verb بیاریم. Base form of the verb am, is و are که افعال to be هستن be میشه. بنابراین will be به معنی خواهد بوده. Will be interesting to see. It will یا it'll ببینین it will ساده است. It'll contraction خلاصه شده است. It'll also take a lot of getting used to. It'll also همچنین take a lot of getting used to. خیلی از چیزهایی وجود خواهد داشت در آینده که باید بهشون عادت کنیم. Future doctors will have much blah blah blah. Future doctors will have ببینید خواهند داشت much more powerful equipment تجهیزات قدرتمند خیلی بیشتری خواهند داشت. ببینید همه رو من دارم ترجمه میکنم خواهند. Some people will think that pills will not be used. Pills قرص ها. بعضی فکر میکنن که قرص ها دیگه استفاده نخواهند شد. Pills will not be used. They even think we won't need doctors anymore. We won't need. به دکترها دیگه احتیاجی نخواهیم داشت. البته بعضی فکر میکنن. We won't need doctors anymore. ببینیم داره will رو منفی میکنه. اما نمیگه will not. میگه won't. چرا؟ الان یاد میگیریم. Personally, I hope that won't happen. Personally, شخصا چون خودش دکتره، I hope that won't happen. من امید دارم که این اتفاق نیفته که دکترا بیکار بشن. خب ببینیم یه نکته مشترک در طی همه جملات این متن که در واقع
کاربرد ویل هست در آینده اینه که این شخص داره صرفاً پردیکشن انجام میده، یعنی داره حدس میزنه. خودش که نرفته آینده ببینه که حتماً اونجا چه اتفاقی داره میفته، صرفاً داره حدس میزنه که ممکنه آینده اینطور باشه. برای اینکه حدس بزنه ممکنه آینده چطور باشه، از زمان آینده ساده با استفاده از ویل صحبت میکنه و ازش استفاده میکنه. خب بریم با هم گرامرش رو یاد بگیریم و من کاربردش رو خیلی بیشتر و جزئی تر بهتون توضیح بدم. خب در اینجا شما گرامر ویل رو میبینیم. همونطور که میبینیم ما برای ساختن جملاتی که ویل در اونها باشه میتونیم فاعل به اضافه ویل به اضافه base form of the verb و به اضافه بقیه جمله رو داشته باشیم، مثل I will go یا I'll go که وقتی میخوایم will رو contract یا خلاصه بکنیم در واقع میایم دوتا حرف اولش رو بر میداریم و یه آپاستروف به جاشون میذاریم، انگار که جنازه اونا باشه، به جای اونا میمونه. هیچ وقت یادتون نره این آپاستروف رو بذاریم. حالا I'll go، من خودم میخوام بگم من مثلا دارم در مورد فردای خودم پیش بینی میکنم که چه کارهایی میخوام انجام بدم، برنامه ریزی نکردم، میگم I'll sleep، I'll go to a class، حالا شاید هم نرفتم، I'll drink tea، I'll watch TV، ولی خب هیچ کدوم از اینها 100% نیست، شاید من این کارها رو انجام ندادم، شاید هم انجام دادم. خب همونطور که من الان گفتم will در آینده شاید اتفاق افتاد، شاید هم اتفاق نیفتاد. حالا بذارین اینطوری بهتون بگم، اگر شما درصد اتفاق افتادن یک چیزی رو در آینده 100% در نظر بگیرین برای اینکه حتمی اتفاق بیفته و صفر به هیچ وجه اتفاق نیفته، ویل میتونه یک درصد حدوداً 70% یا 60 یا 70% رو برای خودش داشته باشه، یعنی اینکه تا 30% ممکن اتفاق نیفته. بنابراین ما داریم صرفاً یک پردیکشن انجام میدیم، اما خب به هر حال شاید یه دلیلی هم براش داشته باشیم، بنابراین خیلی هم بیراه نیست. حالا من میخوام همین جملات ویل رو منفی کنم، میام میگم که بعد از ویل یه نات قرار بدم، مثلا همون I will go که یاد گرفتیم میشه I will not go، okay? You will not go، He will not go. اما این will not همونطور که من بارها گفتم صرفا خیلی جذاب نیست، بهتره contract بشه، بهتره خلاصه بشه. برای خلاصه کردن will not ما نمیایم بگیم willn't، همونطور که قبلی ها رو مثلا do not رو don't خلاصه میکردیم، نه، در مورد will not ما اون رو تبدیل به won't میکنیم، w-o-n apostrophe t، در واقع won't خلاصه شده یه will not، همین، و باید حفظ بشه، قاعده خاصی نداره. میگم که I won't go there، I won't sleep tomorrow، I won't watch TV tomorrow. یا شما هم میتونین توی قسمت کامنت همین الان چند تا جمله با will یا will not و البته won't بنویسین و برای ما ارسال کنین. ما حتما میتونیم این کامنت ها رو چک کنیم و اگر اشتباهی وجود داشته باشه بهتون بگیم، کما که توی ویدیوهای قبلی هم همین کار رو انجام میدادیم. خب بریم سراغ صفحه بعد. همونطور که میبینیم توی این صفحه ما استفاده های will رو آوردیم یا کاربرد های will رو. من میخونم و خدمتتون توضیح میدم. 1. To make predictions about future. همون چیزی که الان خدمتتون گفتم. مثلا in 100 years everyone will fly spaceships. در 100 سال آینده یا تا 100 سال دیگه همه سوار سفینه‌ان. خب prediction دیگه 100% که من مطمئن نیستم این اتفاق بیفته. این ساختار اوله will یا کاربرد اوله will. کاربرد دوم when the speaker makes a sudden decision while he or she is speaking. این یکی از کاربردهای مهمه ویله. در نظر بگیرین یا فرض کنین که دوستتون داره باهاتون صحبت میکنه، بهتون میگه آخر هفته برنامه چیه. شما شاید برنامه برای آخر هفته نداشته باشین، بنابراین همون لحظه و به صورت آنی میتونین یک در واقع پردیکشنی باز هم یه حدسی در مورد فردا یا آخر هفتهتون بزنین، بگین که I will sleep یا I will watch TV. من این مثال sleep و watch TV خیلی دارم میگم. مثلا میتونین بگین که I will go out with you یا I will
I will eat lunch in a park به عنوان مثال. توی پارک نهار میخورم به عنوان مثال. خب ببینید شما الان برنامه ریزی برای نکردی که مثلا I will eat lunch in the park و از یه هفته قبل برین نمیدونم وسایلش رو بخرین، بعد کارهاش رو انجام بدین، برنامه ریزی بکنین و بعد مطمئن باشین که حتما آخر هفته میرین توی پارک نهار میخورین. نه، شما همین الان دارین یه حرفی میزنین، شاید شد شاید هم نشد، برنامه ریزی پشتش نیست. و کاربرد آخر for promises. Promise. من مثال دوم رو نخوندم. I'm tired. I think I'll take a nap. خستم، شاید یه چورتی بزنم. شایدم نخوابیدم. شایدم چورت نزدم. ولی به هر حال دارم یه تصمیم آنی رو میگم. چون خستم میخوام کار انجام بدم. حالا بعدی. For promises. I will be your friend forever. قول دادن. Promise. میگه من همیشه دوست تو خواهم ماند. I'll be your friend forever. خب این شاید اتفاق بیفته، شاید هم اتفاق نیفته دیگه. 30% باز احتمال داره که کنسل بشه دوستیشون. بریم سراغ صفحه بعد. خب حالا که یاد گرفتیم چطور جملاتی با will در زمان آینده بسازیم، بیاین با هم چند تا time expression برای زمان آینده یاد بگیریم که وقتی دارم جمله هامو با will میگم، مثلا I will go، یه چیزی هم باشه که ادامش بگم، مثلا فردا خواهم رفت. I will go tomorrow به عنوان مثال. این tomorrow یه time expressionه. بیایم بیشتر ازشون یاد بگیریم. من میخونم، اگر بخوایم میتونید با من تکرار کنیم. Tomorrow، tomorrow morning، tomorrow afternoon، tomorrow evening and tomorrow night. Tomorrow morning، فردا صبح. Tomorrow afternoon، فردا بعد از ظهر. Tomorrow evening، فردا عصر. و tomorrow night، فردا شب. اینها رو آخر جملاتم معمولا میارم. یا بعدی next به معنی بعدی. Next week، next month، next year and next Monday. هفته آینده، ماه آینده، سال آینده، دوشنبه آینده، حالا هر روزی از هفته رو میخواییم بذاریم. شنبه آینده next Saturday، پنجشنبه آینده next Thursday و الی آخر. اینطوری. و حالا آخری هم ببینیم. این یعنی در اون زمان. In 5 minutes یعنی تا 5 دقیقه دیگه. حالا تا به فارسی معنیش میکنم. In an hour تا 1 ساعت دیگه. In 3 days تا 3 روز دیگه. In 2 weeks در مدت 2 هفته یا تا 2 هفته دیگه. خب همه این time expression ها رو من میتونم آخر جمله های خودم بیارم. خب من به عنوان مثال میتونم از شما بپرسم When do you watch TV tomorrow؟ فردا کی تلویزیون میبینی؟ شما مطمئن نیستین، برنامه برش نچیدین، میگین I will watch TV tomorrow night، I will watch TV tomorrow morning. براحتی. یا مثلا من میتونم از شما بپرسم چند وقت دیگه گواهی نامتو میگیری؟ شما میتونین یا به انگلیسی بپرسم When will you get your driving license. میتونین بگین I will get، خواهم گرفت، my driving license in 2 weeks، تا 2 هفته دیگه. حالا شاید رفتین امتحان دادین، افسر ردتون کرد، شد 3 هفته دیگه. بنابراین مطمئن نیستم. خب برم سراغ صفحه بعدی. خب حالا که یاد گرفتیم چطور جملات مثبت و منفی با استفاده از will بسازیم، بیاین یاد بگیریم که چطور ساختار سوالیشو بسازیم. میگه که read about Tim's MRI. توی این متن با هم یه سری از نکاتش رو یاد میگیریم. Doctor, what this machine, what will it feel like? این ماشینه چه حسی خواهد داشت؟ Will it tell you what's wrong with me? Will it tell you؟ ببینین will اومده اول جمله. Will it ادامه جمله. Tell you what's wrong with me؟ به شما میگه مشکل من چیه؟ حالا دکتر میگفته Yes, it will. ببینید yes it will، بله میگه، جمله تمام شد، جوابش رو داد. Will it tell you؟ به شما میگه yes it will، بله میگه، جواب کوتاه مثبت. Don't worry، نگران نباش. How will it do that؟ How، چطور این کار انجام میده؟ It will take a picture of your brain، یک تصویر، یک عکس از مغز شما میگیره.
then it will be able to see what's wrong. It will be able to. ببینید it will be. Be همون در واقع base form of the verb am, is و are. بعد میگه که مشکل شما چی هست. Will it hurt? Will it hurt? آیا درد داره یا اذیت میکنه؟ Will it hurt? Okay. ببینید جمله اصلیم بوده. It will hurt. حالا میخوام سوالیش بکنم. جای فاعل و فعل رو یا will رو با هم عوض میکنم. Will یک نوع modal verb که در آینده بیشتر در مورد modal verb ها صحبت میکنیم. میگیم که جای subject و modal verb با هم عوض میشه. It will hurt میشه will it hurt. ببینید دارم اینطوری میگم. It will hurt. لحنم مثبت و خبریه. میگم will it hurt. لحنم سوالی شد. Will it hurt؟ جواب میده No, it won't. نه درد نداره. Please stay still. Please stay still. لطفاً ثابت بمون. این از این. فکر میکنم خودتون متوجه شدین چطور میتونیم ساختار سوالی رو در will بسازیم. بنابراین خیلی سریع به ساختارش اشاره بکنیم. همطور که اینجا میبینین در واقع جای will و فاعل با هم عوض میشه و بعد بقیه جمله میاد. گفته Will I go؟ جواب میده جواب کوتاه مثبت Yes, I will یا Yes, you will و یا جواب کوتاه منفی No, you won't میگه Will you drink؟ Yes, I will No, I won't Will he, she or it come؟ میگه Yes, he will Yes, she will Yes, it will و میگه که no he won't, no she won't, no it won't و will we eat dinner به عنوان مثال yes we will, no we won't و will they pay پرداخت خواهند کرد will they pay for lunch پول نهار رو میدن yes they will, no they won't خیلی ساده خب will همین بود هر آنچه که تا الان یاد گرفتین در واقع تمام کاربردهای will در زمان آینده ساده در انگلیسیه اما تا حالا من چندین بار گفتم که will prediction will 70% will احتمال داره اتفاق بیفته اما خب وقتی من میخوام بگم یه چیزی حتما اتفاق میفته برنامه ریزی پشتشه اینو چطوری بگم؟ جواب اینجاست از be going to استفاده کنید be going to ساختار دومیه که ما در زبان آینده ساده در انگلیسی از اون استفاده میکنیم در ساختار be going to ما بعد از اون یک فعل ساده میاریم و بعد ادامه جمله و اینطوری ترجمه میکنیم قرار فلان چیز اتفاق بیفته بیاین با همین متن رو بخونیم read about Svetlana and Liana میگه که I'm going to have the salad after that میگه I'm going to have the salad have اینجا معنی غذا خوردن من سالاد میخورم After that, we are going to have cake. بعد از اون قراره که کیک بخوریم. Have you decided yet? تو تصمیم گرفتی؟ این have you decided yet tenseش و grammarش present perfecte. که ما این رو توی ویدیوی دو تا ویدیوی بعدی در همسری grammar کامل توضیح میدیم. You should hurry up. باید امتحانش کنیم. عجله کن. The waiter is going to be here soon. The waiter, آقایی که پیش خدمت هستن, is going to be here very soon. Is going to be. میبینین؟ بازم بعد از going to, من اما is و are نمیتونم بیارم. باید صرفا base form of the verb رو استفاده کنم که بازم base اما is و are چی بود؟ Be. خب, the waiter فاعل, is فعل to be. قبل از going to فعل to be میاد همیشه که متناسب با فاعله فاعل مفرد باشه سوم شخص باشه is من باشم میشم am و جمع باشه میشه are که خب اینها رو ما با هم یاد گرفتیم حالا the waiter is going to be و ادامه جمله here very soon حالا ببینیم چی جواب میده میگه که if you are going to have the salad اگه تو سالاد میخوری یا اگه تو قرار سالاد بخوری I'm going to have the fish من ماهی میخورم ببینید داره برنامه ریزی میکنه اینا 100% الان ویتر بیاد همین غذاها رو سفارش میدن اون خانم سالاد رو سفارش خواهد داد و خانم دیگه فیش رو
سفارش خواهد داد. بنابراین برای این تصمیم گرفتن و 100% میخوان انجامش بدن. میبینین فرق ویل و بی گوینگ تو در اینجاست. بی گوینگ تو احتمال اتفاق افتادنش خیلی بالاتره، ویل کمتر. بریم سراغ صفحه بعد. همونطور که در اینجا میبینین ما ساختار بی گوینگ تو رو داریم. I, you, he, she, it, we, they فرقی نمیکنه. متناسب باهاشون اما ایزوها رو انتخاب میکنم. مثلا I am, you are. اون you هم یه ستاره ما گذاشتیم به این منظور که you هم برای شما هست هم برای تو هست. در واقع دو نوع مخاطب میتونه داشته باشه، مخاطب مفرد و جمع. He, she, it, is هست. We و they هم are هستن. اما حالا بعد از اینها من میام going to همیشه ثابت میمونه. going to رو میارم و بعدش فعلم رو به صورت ساده میارم. I am going to drink. یا اگر هم منفی بخوام بیارم قبل از going to یه not میارم. You are not going to drink. یا مثلا he she it is not going to order سفارش دادن. یا they are going to shop. اونا میخوان برن خرید کنن. نکته خاصی در موردش نمیمونه. همونطور که میبینین ساختن جملات در will و be going to کاملا شبیه به همه. انگار که من فقط be going to یعنی اما is و are به اضافه going to رو برداشتم و به جاش will میذارم توی ساختار قبلی. یا اینجا will رو برداشتم به جاش اما is و are به اضافه going to میذارم. اما بقیه آیتم های جمله، فاعل، اون فعله که باید ساده باشه، تغییر خاصی نمیکنه. خب اما حالا اصلا کی از be going to استفاده کنم؟ کاربردهاش رو میخونم و لطفاً به اینجا دقت کنید. میگه که to talk about the future when plans were made before this moment. خب اینطور در نظر بگیریم. همین الان دوستتون از شما میپرسه برنامه برای آخر هفته چیه؟ مثل همون ویله. اما شما دیگه برای آخر هفته برنامه ریزی دارید. مثلا 3 روز پیش با خانوادتون تصمیم گرفتیم که برای آخر هفته بریم مسافرت. خب اینجا نمیگیم I will go on a trip. Go on a trip مسافرت، به مسافرت رفتن. نه، چون برنامه ریزی وجود داره. 99% احتمال داره اتفاق بیفته. میگین I am going to go on a trip. اوکی؟ بنابراین از قبل برنامه ریزی شده. الان حرفشو میزنم. یعنی تصمیمی که داشتم رو میگم و در آینده اتفاق میفته. درصد خیلی بالایی داره. بعدی to make strong predictions about the future based on current information. برای تصمیم، برای در واقع حدس زدن یا prediction انجام دادم، پیش بینی انجام دادم در مورد آینده بر اساس شواهد خیلی محکمی که الان داریم. مثلا بخونیم، گفته که they ate too much candy، اونا خیلی شکلات خوردن، they're going to get sick، حتما مریض میشن، حتما مشکلی براشون پیش میاد، they're going to get sick. خب این قطعا اتفاق میفته، کسی این کار انجام بده براش مشکل پیش میاد. و بیم سراغ اون نکته هم، گفته in informal speech going to is often pronounced gonna. این نکته هم خیلی جالبه. ببینین شما، من بهتون گفتم will not رو won't بگین، will رو در واقع wi-ش رو نگین، l بگین، مثلا it'll نگین it will. اما در مورد be going to خیلی در واقع یک رشته کلمات یا یک گروه کلمات خیلی بلندی هستن. من میام برای خلاصه کردنشون از gonna استفاده میکنم، خلاصه کردن going to، نه بیش. مثلا جمله اینه که I am going to go on a trip، همینی که الان گفتم. حالا میخوام اینو با gonna بگم، میگم I am خلاصه میکنم I'm gonna go on a trip. I'm gonna go on a trip. تمام شد. به جای I am going to go on a trip. در واقع این خلاصه ها، contraction ها بسیار بسیار محاوره ای تر و conversational تر هستن. و اگر شما یه فیلم ببینین یا توی مکالمه روزمره انگلیسی به ندرت پیش میاد یکی بگه I am going to مثلا go on a trip. خب خیلی کم پیش میاد، چرا که این یه جور حالت رسمی صحبت کردن. مثل اینکه شما تو فارسی بگین من قرار است که به مسافرت بروم، در صورتی که در فارسی میگین من قراره برم مسافرت. اوکی، اینم همون قضیه رو داره.
خب آخرین موردی که مونده صحبت کردن در مورد ساختن شکل سوالیه، جملاتی که با be going to ساخته میشه. بیاین با همین متن رو بخونیم و در خلال متن یاد بگیریم چطور شکل سوالی رو بسازیم. میخونیم، گفته که read about Toby and Yuki. I think I'm going to have a burger. What are you going to have? من برگر میخوام بخورم، تو چطور؟ What are you going to have? میگه I can't decide. Is the waiter going to come soon? Is the waiter going to come soon? من نمیتونم تصمیم بگیرم. Is the waiter going to come soon? آیا waiter قراره که زود بیاد سفارشو بگیره؟ ببینین، در واقع Is the waiter going to come soon? اگه یادتون باشه توی جمله، توی در واقع ویدیوی گذشته ساده یک، ما گفتیم وقتی جمله فعل to be، am، is، are توش هست، برای ساختن شکل سوالی میایم جای فاعل و فعل to be رو با هم عوض میکنیم. اینجا هم همین اتفاق افتاده، با اینکه گرامر be going to اما be داره، اما is و are داره. میگم is، یا جمله اصلی این بوده the waiter is going to نقطه، حالا من میگم is the waiter going to come soon علامت سوال. در جواب میگم No, he isn't. Are you going to choose something? نه، اون نمیاد. Are you going to choose something? تو میخوای چیزی انتخاب کنی؟ بازم همون قضیه. اما no, he isn't جواب کوتاه منفیه. بعدش میگه Yes, I am. جواب کوتاه مثبت. I am going to have the salad. من سالاد میخورم. I am going to have the salad. همین. فکر میکنم که خیلی ساده بود و من نمیخوام خیلی حوصله شما رو سر ببرم، بنابراین در صفحه بعدی که میبینین خیلی نمیخوام پیچیدش بکنم، زیاد توضیحش بدم. در واقع فعل to be، am، is و are به اضافه فاعل که میتونه I, you, he, she, it, we و they باشه، به اضافه going to، به اضافه بقیه، به اضافه فعل ساده، به اضافه بقیه جمله که ممکنه یه قیدی هم اونجا باشه. این میشه در واقع ساختار سوالی be going to. میسازم، جمله رو میسازم. Am I going to pay؟ آیا من قرار پرداخت کنم؟ میگم Yes, you are. جواب کوتاه مثبت. بله، تو قرار پرداخت کنی. یا No, you aren't. نه، تو قرار نیست پرداخت کنی. Are you going to study؟ آیا تو قرار درس بخونی؟ من میگم Yes, I am. یا No, I am not. یا I'm not. خب، گرامر های be going to و will در زمان آینده ساده خیلی کاربرد زیادی دارند. ما سعی کردیم در این ویدیو هر آنچه که هست رو در مورد will و be going to به شما بگیم و تقریبا نیازی به تمرین، نیازی به یادگیری خیلی بیشتری، یعنی نکته ریز خاص دیگه وجود داشته باشه در مورد اینها نیست. صرفا شما احتیاج دارین که بیشتر و بیشتر اینها رو تمرین کنین تا بتونین به خوبی ازشون در مکالمه و رایتینگتون استفاده بکنین. خب، ممنونم از اینکه تا به اینجای ویدیو با من و لنگیتال همراه بودید. ازتون خواهش میکنم که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد این ویدیو و یا هر کدوم از درس‌های دیگه که ما در طول هفته جلو میبریم دارین، حتما به همون بگین توی قسمت کامنت و یا در پشتیبانی تلگراممون. ما حتما سعی میکنیم روز به روز بهتر بشیم و بهترین خودمون باشیم. همچنین بهتون پیشنهاد میکنم که همین الان کانال یوتیوب و تلگرام ما رو سابسکرایب کنین تا هر وقت درس جدیدی آپلود شد اولین نفری باشین که ازش خبردار میشین و میتونین با استفاده از اون درس زبان رو بهتر یاد بگیریم. ممنونم ازتون، امیدوارم وقت خیلی خوبی داشته باشین و روزتون بخیر.